باز هم سلام مجدد دارم به همتان عزیز ما که اکنون بیننده ما هستند و اکنون ما را همراهی میکنند. قسمی که گفتیم در آغاز برنامه میخواهیم امروز در مورد تیم کرکت ولایت جوزجان صحبت بکنیم که امروز دعوتشان کردیم و در مورد فعالیت های شما در مورد مسابقه که چند روز پیش داشتن چقدر از موفقیت را کسب کردن و از آن خود کردن و تقدیم ولایت جوزجان کردن را میخواهیم امروز صحبت بکنیم و شما هم ما را تا لحظات آخر از برنامه امروز همراهی بکنید. و میمان ما هم هستن آقای محمد آصف احمدی، مسئول کرکت ولایت جوزجان، امروز میمان ما هستن. سلام، صبح بخیر، تقدیم شما، خوش آمدید. صبح بخیر باشه. تشکر، سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام احترامات دارم خدمت شما برنده های تلویزیون بیگ و خدمت بیننده های نهایت عزیز. قسمی که معرفی کردین، محمد آصف احمدی هستم، مسئول کرکت ولایت جوزجان. خیلی ممنون احمدی صاحب. در آغاز برنامه میشه بگین که در مورد مسابقه که چند روز پیش بود یک بار برای ما مختصرا بیان بکنین که مسابقه تحت چه عنوان بود و چند ولایت در این مسابقه سهم داشت. تشکر. قسمی که آگاه بودید، مسابقات دور قبلیش یا دور نخستش در سطح ولایت برگزار شده بود که تیم ما، تیم جوزجان ما، مقام اول از آن در آن کسب کرده بود داخل ولایت. قرار پروگرامی بود، این تورنمنت ها به نام تورنمنت اینتر کلاب مسمى بود که این تورنمنت ها میتونه کلاب های شخصی در اشتراک کنه و هر کلابی که مقام اول کسب کنه به نمایندگی از ولایت به از طرف زون بازی میکنه که زون ما متشکل از 9 ولایت است، 9 ولایت شمالی دیگه. اشتراک داشتیم مسابقه اولی ما نخستین بین چند ولایت بود؟ بین 9 ولایت که ولایت سرپل مستثنا از او بود که فعلا نمایندگی در او غیر فعال است، نمایندگی کرکت بورد ولایت سرپل. دیگه بین 9 ولایت در اوجه اشتراک داشتیم. دیگه مسابقه ما در یک گروپی بود، در دو گروپ تقسیم شده بود که مسابقه اولی ما عزیزا جوانایی که در دیگر تیم ها بود از اونا هم کسانی که استعدادهای خوب داشتن تقاضا کرده بودی. هدف می بود که مثلا ما در اینجا قبلا تورنمنت برگزار کردیم، تورنمنت به نام اینتر کلاب، باز از تیمایی که مقام دوم، سیم و چهارم کسب کرده بودن بهترین بازیکن ها در اونا هم بودن. ما یک تیم منتخبی را جور کردیم در اینجا، بس در مسابقات رفتیم. در گروپ اولی ما، مسابقه اولی ما کته ولایت بغلان بود که خوشبختانه در آغازین مسابقه تیم ما برنده شد. سپس همراه تیم قندوز مسابقه ما غلطید که شوربختانه قندوز مرکز زون ماست که مرکزیت دروج است، تیم ماشاءالله قوی دارن که در اون تیم بازیکنهای ملی هم جا به جا از امسالان جاوید احمدی و میرویس اشرف، شرف الدین اشرف از جمله قهرمانای کرکت افغانستان و تیم ملی بودن. بله. جوانای ما همراهشان بازی کردن. در دومین مسابقه تیم ما باخت. در سومین مسابقه همراه ولایت تخار مسابقه داشتیم که خوشبختانه جوانای ما توانستن تخار هم شکست بدهن. دیگه در زمین همراه آخرین مسابقه ما همراه ولایت سمنگان بود که ولایت سمنگان هم نیز شکست دادیم. و این دستاورد خیلی خوب است، خبر خوش است بر کسایی که کرکت بازی میکنند. این دستاورد ها در حالی است که ما از امکانات صفر برخوردار هستیم. بله، حتی ما میدان درستی نداریم، حتی میدان نداریم. دیگه جوانای ما از دورتر از شهر، منطقه لبجل، خوریش، بکول، امو جایا یک پیچ سیمنتی میسازن و در موجه تمرینات میکنن، بازی میکنن. دیگه با این دستاورد، با این امکانات کم جوانای ما، اما دستاوردهای خیلی بزرگ بله و واقعا قابل افتخار همچنان هست. خب آقای احمدی، میشه در این رابطه بگوین چون شوق جوانان نسبت به کرکت چگونه هست از دید شما؟ جوانا روز به روز شوق و علاقهشان بیشتر شده میره. قسمی که آگاه هستین، تیم ملی کرکت افغانستان دستاوردهای خیلی بالا را داره. بله. در سطح جهان هشتمین کشوری است که افتخار می آورم. در زمین جوانای ما بسیار علاقه مندی کرکت دارن. در زمین ما در ولایت خود کرکت به رسم عنعنوی به یک شکلی ساختیم که هرگاه یک عروسی یا یک محفلی میشه، از طرف عروسی یک گوسپندی مانده میشه که هر کس برنده مقام اول شود گوسپند جایزه داده میشه در مقام دوم. یعنی یک به شکل رسم و عنعنه ایره رشد داده گشتیم. بله. که
که روز به روز تیم هم زیاد شده میره و بازیکن های موفقی را هم ما از بین اونها انتخاب کرده میتونیم. در کل ما تیم های زیادی داریم در خود شبرغان، حداقل ما حساب کنیم بیشتر از 20 تیم. تیم ها آقای احمدی، تیم ها چه وقت ایجاد شد؟ از چه وقت به ایسوش ما فعالیت انجام میتیم در ورزش کرکت؟ تشکر. ما مسئولیت دو نیم سال قبل بود که منحیث مسئولی ایجا تعیین شدم. پیش از ما دکتر صاحب تیمرشا بودن مسئولی ایجا، اونا هم نسبت به کار و مصرفیت ها نتانستن رسیدگی کنن. پس بعد از اون دو نیم سال میشه که مسئولیتی بسته ما دارم دیگه. کرکت از زمانهای سابق جوز جان از جمله ولایت هایی بود که پنج بهترین ولایت از جمله ولایت جوز جان هم نیز حضور داشت. در قبل افغانستان کرکت بورد افغانستان کرکت آغاز کرده بود، پنج تیم تشکیل داده بود که از اون جمله جوز جان نیز یک تیمش بود. شامل بود که در اون زمانا سید شاه که از خود ولایت ماست رئیس کرکت بورد افغانستان نیز بود. دیگه از اون زمان فکر کنم از 2001 به این سو جوز جان هم کرکت آغاز شده. دیگه تا این دم خیلی خوب پیش میاد. خیلی خوب. خب احمدی صاحب، در مورد این فرهنگ که نام یاد کردین بسیار یعنی جالب بود. بله، بین کدام مردم هست که چونین البته عروسی صورت میگیره و هر کارون کسی که باز بعد از مسابقه دایر میشه و هر کسی که مقام رو خواسته گرفت گوسفند البته از طرف داماد داده برشان میشه. بله. این اکثرا این رسم انات از طرف قوم نجیب ترکمن ماست. بله. که اونا اکثرا ورزش دوست و مردم مهمان دوستی هستن، تیم‌ها رو دعوت میکنن، نسبت عروسیشان غذا و چیزها رو آماده میکنن. دیگه ای در اصل خب بیشتر از 20 تیم در خود مرکز شبرغان وجود داره، بیشتر از 15-18 تیم در ولسوالی آقچه وجود داره که اوجه آقچه هم نیست یکی از جمله ولسوالی ها است که بیشترین کرکت تشکیل میده و حتی بیشترین بازیکن تیم منتخب جوز جان تشکیل میده که اوجه از خود ولسوالی ها چه بله از خود ولسوالی ها چه هستن. بسیار خب. خب اعضای تیم کرکت ولایت البته یک بازی یک تیم که میشه چقدر هست اعضایش؟ اعضای کرکت متشکل از 11 نفر است که داخل میدان دارن مثل فوتبال. بله که وظایف مشخصی از خود داره که یکی ویکت کیپر یعنی پشتر عقب ویکت استاد میشه خاطر تو گرفتن توپ، انواع وسایل سامان داره از خود. دیگه یکی بولر میگه که توپ میندازه. دیگه در 9 نفر دیگه هم فیلدر که در میدان داخل می باشن که میدان توپ نمیگذارن که بیرون از میدان برن. بله واقعا کرکت خیلی دشوار هست، هر کس نمیتونه به زودی یاد بگیره. توپ کرکت چقدر سمجه سر؟ در اصل توپ دو نوع بازی میشه، یکی هارد بول یکی تنس بول. اینجا تنس بول که بازی میکنن در روسیه یا در چیز او سخت نیست، او را میتونه به شکل عادی و نرمال بازی کنه. باز یعنی هارد بول اگر از نگاه وزن بگویم وزنش کمتر هست. یکی از نگاه وزن یکی از نگاه سختی. هارد بول که هست بازی هایی که در بازی هایی که رسمی او را میبینیم که همه وسایل دارن، هلمت دارن که سر میپوشن، حتی پای و دست و مکمل مجهز میباشن. او توپش متفاوت از یک توپش هست 156 گرام، بعضی توپ هست 200 گرام حتی 250 گرام. سخت است، میتونه اوگار کنه، زخمی کنه. بله باز نظر به خود وسایل و اسباب خودم می داشته باشم. در آرسی ها گفتین مختلف هست توپ چگونه هست؟ او توپ ها توپ های تنیسی است که در گردش تیپ پوشانده میشه. دیگه او اکثرا رسمی نمی باشه، در بازی های رسمی باز از هارد بول استفاده میکنم. خب در بازی که گفتین مثلا اگر عروسی شوه میتونه هر کس شامل امو تیم شوه؟ میتونه بله. هر کس بازی کنه یا بله میتونه در او هر کس میتونه که اشتراک کنه بازی بکنه. بسیار خوب. خب احمدی صاحب، هست سال 2001 گفتین کرکت در ولایت جوزجان آغاز شده و تو این هم ادامه داره. میشه در طور این 9 سال که گذشته البته 2001 یا تا 2020 هست فعلا چی قدر دستاوردهای ولایت جوزجان از آن خود ساخته؟ چی در دورهای مختلف و چی در این دوره‌ای که 2.5 سالی که شما هستید؟ بله. تشکر. قسمی که میفهمین سمت ما سمت شمال خصوصا جوزجان از امکانات محروم بوده.
و علاقمندی و چیزا کم بوده. بود نظر به اونمو ما خودم شخصا 10 سال میشه عضو تیم منتخب جوزجان بودم، بازی ها کرده بودیم، بازی ها داشتیم. این هر چیز یک امکانات میخواه. ولایت های دیگر از خود استودیوم داره، چمن داره، اکادمی داره که در اوجا جوانات تمرین بکنه. پس فرق میکنه که جوانای اوجا، جوانایی که تمرین میکنه و با امکانات برخوردار است، بود جوانایی که ایجا خیلی متفاوت هست، اما با وجودی که خیلی چیزها کم بود هستن در بله. تیمی که زمان... باز هم بازیشان ادامه میتن. بله، در ضمن ما دستاورده خوبی داشتیم. ما در مسابقه ولایتی رسمی که سال فکر کنم کدام سال بود همراه ولایت تخار داشتیم، در چیز که خوشبختانه برنده شده بودیم دیگه. در ضمن ما کدام عضو هست تیم منتخب ولایت جوانان عضویت تیم ملی را داره؟ نه خیر، قبلا داشت، قبلا یک جوان به نام محبوب شاه عضویت تیم ملی را داشت، دوره های رمکت نیپال و نیوزلند دیگه. هنوز فعلا حال حاضر چندین سال میشه که ما نتانستیم که به تیم ملی جوان های خود تقدیم کنیم و به خاطر افتخار آوری اونا را سهیم بودیم. بله، خدا کنه که بتونن اینا عضویت تیم ملی را بگیره، چون پس که گفتین آغاز که کرکت در افغانستان شروع شد یکیش از جمله ولایت ما بوده جوزجان که در سطح افغانستان 34 ولایت پایین ولایت یک جوزجان بوده، پس حالا باید با خیلی دستاوردهای بزرگ البته از آن خود میکردن و حداقل چند عضو هست تیم منتخب ما روحی تیم ملی میشدن. انشاءالله ما ارزوش داریم که یک روز به تیم ملی همچنان برن و مسابقه اجرا کنن. خب آقای احمدی، بیاین از مسابقات بعدی صحبت های داشته باشین که در آینده کدام مسابقات هم هست که برگزار شده یا نه؟ بله، مسابقات ما داریم، مسابقات رسمی گریت 3 میگن که در سطح افغانستان بازی میشه، در سر تا سر افغانستان که احتمال زیاد داره در ولایت خوست یا در ولایت ننګرهار برگزار شوه، به خاطر که مناطق گرم است. فکر کنم بعد از 2 ماه الا 2.5 ماه در آغاز سال 2021 انشالله شروع شوه. جوانای ما در او آمادگی دارن و کالیفای هم کردن، در او هستنم انشالله. گرچند ما اینجا امکانات کم داریم، باز کوشش داریم که به خاطر تمرین جوانای ما یک امکانات را یک جای را مشخص بکنیم، مناسب ببینیم. تمرینات چگونه میگذره آقای؟ تمرینات خوب است. تمرینات ما یک نت داریم که داخل پنجره بازی میشه که سیمنت انداخته میشه مکمل دیگه، اگر تانستیم خود او فرش آور میکنیم که تا که توپ هم خراب نشه و حداقل سرعتش هم زیادتر میشه که تمرینات جوانا دا او خوبتر سرعت میگیره دیگه. انشالله در 2 جای ما تمرینات آغاز کردیم، در ولسوالی آقچه همچنان، در مرکز همچنان. در کدام تایما بیشتر تمرین میکنه بازی کنن؟ اکثرا تمرین از طرف دیگر صورت میگیره، چون بعد از فارغ از کاروبارشان فرصت میکشن و قسمی که میفهمن شرایط افغانستان ما قسمی است که از یک طرف بیکاری مردم تهدید میکنه و از طرف دیگر جنگ. با این هم جوانای ما خوشبین هستن، خوشباور هستن و به یک آینده خوب امیدوار هستن. بسیار خوب. خب محمدی صاحب، در مورد مسابقه که یادآوری کردین، هدامش مال و چهار مسابقه را بازی کردین که 3 مسابقه را برنده شدین و 1 مسابقه را در مقابل ولایت کندوز باختین. خب بالاخره مسابقه چگونه شد و در چند تیم شما هست شدین و بالاخره البته کپ قهرمانی را کدام ولایت از آن خواهد کرد؟ برای کپ قهرمانی را ولایت کندوز کسب کرده که در او کپیتان تیم میرویس اشرف بود، تیم بازی کنه تیم ملی ما دیگه. ما به راوند 2 کالیفای کردیم انشالله دیگه، به مسابقه قبلی آینده که ما یادآور شدیم که انشالله به زودترین فرصت برگزار میشه. قهرمانی را خو ولایت قندوز گرفت، اما ما نیز انشالله حقشان هم بود چون وزاد تیم ملی را تأثیر تیم سرمانه بیشان داشت. بله بله، حتی 3 بازیکن 4 بازیکن از تیم ملی داشتن. آها بسیار خوب، و ما هم رسیدیم به لحظات پایانی از بخش اول برنامه. میشه پیام از شما داشته باشیم که بر کسایی که مسئول هستن و در قسمت تیم کرکت و ورزش کرکت هیچ البته توجهی صورت نمیگیره، میشه از شما داشته باشیم پیام؟ تشکر. قسمت من هست مسئول، ما کمبودی احساس میکنیم که در قبال جوانان ما امکاناتی را گذاشته نمیتونیم که جوانای ما رشد بکنن. بله.
ما کوشش خود نهایی کردیم، اما بعضی وقتا ناامید میمانیم و بعضی وقتا ما امکانات کافی نداریم که جوانای خود چیز بکنیم. در قدم نخست میخواهیم که دمی صدای جوانا لبیک گفته شوه، شنیده شوه. قسمی که آگاه هستین، ما یک میدان نداریم. ما چندین بار کوشش کردیم به حداقل یک زمینی را به اختیار ورزشکاران کرکت گذاشته شوه، اما ناکام ماندیم. در دروازه ادارات ما منتظر ماندیم و بالاخره خسته شدیم، مانده شدیم. در این مورد میخواهیم که حداقل یک چند زمینی را در اختیار جوانا بگذارن تا ما در اوج تمرین بکنیم، بازی بکنیم و حداقل با این و آن بگوییم که در اینجا حداقل یک چند مصرفی بکنیم که تا جوانا قسمی که میفاین با افتخار میافرین جوانای ما. اما در ضمن توجه همه را میخواهیم در این مورد که جوانای ورزشکارانشان جوانان ورزشکاران کرکت تشویق کنه، حمایت بکنن تا ای که بیشتر رشد بکنن و در قسمت افتخار آوری کشورشان سهیم شوند. بله دقیقا واقعیت، اگر هر محصول هستند که همو شکل درسترش مسئولیت خود ادا بکنن و کسایی باشن که حمایتشان بکنه وقت میتونه افتخارات بزرگ رزان خود بکنه. پس کسایی که وقت خواهان ازی هستن که بتونن در این زمینه کار انجام بدن، پس دست ورزشکارایی ما رو بگیرن زمانی که مشکل دارن و بتونن این مشکلاتشان حل شه. بازم خیلی ممنون از آقای محمد آصف احمدی مسئول کرکت ولایت جوجان. خدا کنه میشه موفق سربلند باشه و خدا کنه در مسابقات بعدی نتیجه خوب بهترتر را حاصل بکنه. تشکر از شما همچنان. تشکر.